بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، جواد فاطمی هستم. خوش اومدی به جلسه چهارم دوره رایگان، یا به قول بگیم مینی دوره رایگانه، از خط نسخ خودکاری. تو این جلسه میخوام حرف برو با هم کار کنیم، بی مقدر بریم سر وقت توضیحاتش. تو جلسه قبل خب الف کار کردیم، ب و دندانه رو این جلسه یه مدلش رو کار کنیم، اتصالاش رو با هم بررسی کنیم. برای ب یه فضایی رو از بالا در نظر بگیریم، یه دور بهش بدیم. هنوز رو خط کرسی نمیاد، نگونه یه مقدار یک کوچولوی فاصله داره. از اینجا یه دور انجام بدیم با خط کرسی مماس بشه و بعد بیاد به داخل. نکنید این فضای ب ماست. حالا این ب میتونه این قسمتش اینجا همراستا باشه با هم، میتونه یه ذره پایین تر بیاد تا اینجا بیاد، بالاتر از این دیگه نیاد، زیاد جذاب نیست. مورد بعدی این که این به سمت چپ متمایل نشه، مثلا اینطوری نشه. ها، این نمیگیم اشتباهه، اینطوری بخوام بهتون بگم اشتباه نیست. اگر مثلا فرض کنیم این دو تیک باشه، این یه ضرب در یه تیکه، ترجیحاً اینطوری استفاده کنید، انسجامش بیشتره برای کل خط و کل مطالبی که ما بررسی میکنیم. خب تو میمه نزدیکتر که واضحتر ببینید. خب این از به هست. حالا به کشیده هم داریم که مثلا این کشیده بشه، ولی خیلی کمتر استفاده میکنیم ما به شخص توی این دست خطی که قرار هم کار کنیم. خب این به. حالا چیزی که جلسه قبل خوندیم الف بود دیگه، ها این الف رو میخوام اضافه کنیم، میشه آب. میکنید درسته؟ حالا یه مسئله برای نقطه. نقطه رو چجور بذاریم؟ نقطه رو بذاریم به خودکار عادی مشخص کنم. میکنید نقطه رو میتونید یک اثری فقط اینطور بذارید، میتونید یه خط اینجا بذارید، میتونید یک حالت مثلثی شکل بهش بدید، میتونید حالت مربعی شکل بهش بدید. این کار دست خودتون، میتونید این نقطه رو گرد کنید. این دست خودتونه دیگه، هر جوری که خودتون دوست دارید. بعضی موقع مثلا میخواد بنویسید پ، خب میتونید این توی بنویسید، مشکل نداره. یا حتی میتونید این نقاط رو جدا جدا بنویسید. اصل خود نسخ جداست. حالا خب میشه ما هم وضع کردیم، اصلا این ما یه دست خطی میخوام کار کنیم. نوزیم. خب میخوایم این رو یه اتصالی به الف بگیم، مثلا بنا یا مثلا بینا. درسته؟ برای اینا نگاه کنید، من بذاری با مداد بنویسم که همش همه موارد رو هم تمرین کنید، زمان ویدیو زیاد نشه. میخوایم نیستیم بنا. برای بنا یه دندانه همینجا که هست ولی میاد رو خط کرسی، مسئله که هست دیگه، این فاصله اینجا رو نداره زیاد، رو خط کرسی میاد، از اینجا میره به سمت چپ، نمیاد اون شدت بالا، یک ذره پایین تره. از این قسمت دوباره میایم پایین، رو خط کرسی میریم بالا. ببینید بنا. یه بار دیگه با این خودکار زخیم تر بنویسم که ترجیبش نگاه کنید. اینجا به این صورت، این حرکتی باید بیاد پایین، فضا رو نگاه کنید. حالا بنا میخواد بنویسید با، درسته؟ میخواد با بنویسید. برای نوشتن با همین حرکتی که اینجا هست، این حرکت رو میایم چیکار میکنیم؟ به الف متصل میکنیم. این میشه با. این با رو میشه کشید، میشه کشید. یه مقدار فقط بالاتر از خط کرسی شروع میکنیم، مثل به میخوایم بنویسیم. این با. نکته که تو اینا هست، نکته رو بگم و دیگه تمام. نکته که هست اینه که
ما میتونیم دو مدل اجرا کنیم. یکی این قسمت اینجا نکنید که زاویه داره دیگه، با زاویه بره، یا از همین اول بهش دور بدیم. نکنید این مورد برای کشیده ها خیلی خوبه، یعنی وقتی میخواید دور بدید نکنید، من اینجا از همه اول بهش دور دادم، برای کشیده ها خیلی خوبه. نکنید برای اینه که تنها هست یه دندانه میخواید اضافه کنیم، این یه مقدار کج باشه دیگه، دورش بهش ندیم. اینم از این جلسه، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تو جلسه بعد در کنار یکی از حروف یه دندانه هم ان شاء الله آموزش خواهیم داد. شاد باشید.